فیلم آکوامن بدون شک بهترین فیلم دی سی بعد از دارک نایت. قبل از هر چیز بگم امبر هرد توی این فیلم توی همه سکانس ها شات ها بسیار زیباست. داستان فیلم با این مونولوگ خیلی قشنگ از عشق پدر مادر آکوامن شروع میشه. پدر آکوامن یه آدم خیلی ساده است که تو بندر کار میکنه. که یه روز لب ساحل ملکه آتلانتیس با بازی نیکول کیدمن لب ساحل بیهوش و زخمی پیدا میکنه. میبرتش خونه ازش نگهداری میکنه و بعد از یه مدت اینا عاشق هم میشن و میوه این عشق میشه آکوامن. بعد این اتفاق تو دنیای آتلانتیسیا خیلی تابوه، یعنی یا آتلانتیس هیچ وقت نباید با یه زمینی ازدواج کنه. سالها میگذره، آکوامن بزرگ میشه بدون اینکه رفته باشه با آتلانتیس، تا جایی که برادر کوچیک آکوامن تصمیم میگیره همه ارتشای آتلانتیس رو متحد کنه و حمله کنه به دنیای بیرون آب، یعنی دنیای زمین، و پرنسس مرا میاد آکوامن قانع میکنه که تو باید جلوی برادرت رو بگیری. کارگردان فیلم جیمز وان فیلمای مثل کانجرینگ، اره و فاست اند فریوس 7 رو ساخته. فیلمای خیلی بزرگ و بلادباستری تو کارنامش داره. ولی به عقیده من آکوامن بزرگترین فیلم جیمز وانه. انقدر که لوکیشن های بزرگ، صحنه های اکشن خیلی بزرگ و غول و موجودات جدید توی این فیلم هستن که اصلا من تو هیچ فیلم ندیده بودم انقدر چیزای مختلف توی فیلم باشه. فیلم خیلی فیلم خوش ساختیه، 2 ساعت و 20 دقیقه است، ولی اصلا خسته کننده نیست. تمام کاراکترهای فیلم بکستوری خودشونو دارن، تو برای همه کاراکترها فیلم میکنی و درکشون میکنی. یعنی اگه فقط بخوام به صورت خیلی کوتاه اتفاقاتی که توی این فیلم میفته رو بهتون معرفی کنم، اینجوری باید شروع کنم. صحنه‌های اکشن توی زیردریایی، اقیانوس، استادیوم گلادیاتوری زیر آب، ایتالیا، صحرا، بعد آتلانتیس زیر آب میخوام برن اینور با کوسه میرن اینور، از کوسه به جای اسب استفاده میکنن. فیلم یه غول خیلی گنده هم داره که من وقتی داشتم رو پرده سینمای غول رو میدیدم اصلا واو. اتفاقاتی که تو این فیلم میفته خیلی بزرگه، انفجارا بزرگن، اکشنا بزرگن، هر چیزی که در مورد فیلم آکوامن هست اپیکه. انتخاب نقش تو فیلم آکوامن هم عالیه، این نقش آکوامن، پرنسس، منتور آکوامن و برادرش عالی انتخاب شدن. هر شات و سکانس این فیلم انگار شما دارید یه کامیک بوک رو ورق میزنید، یعنی انقدر لذت بخش. کسایی که کامیک بوک دوست دارن خیلی این فیلم لذت بخش میشه براشون. فیلم آکوامن بدون شک یکی از بهترین بلادباستر و پاپ کورن مووی های 10 سال اخیره و بهترین فیلم دی سی بازم تو 10 سال اخیر بعد از دارک نایت. فیلم آکوامن اولین فیلم سینمایی آکوامن تو تاریخ، مثل سوپرمن مارون براندو یا بتمن جک نیکلسون، و به نظر من کاملا در حد آکوامن 1 بود، یعنی آکوامنی که همه آکوامنای دیگه رفرنسشون این باشه. من خیلی از فیلم لذت بردم، خیلی زمان خوبی داشتم. پیشنهاد میکنم حتما این فیلمو ببینید. امتیاز من به فیلم 8ه. اگه فیلمو دیدید برام نظر بذارید، اگه میخواید ببینید، اگه شخصیت آکوامن دوست داریدم برام نظر بذارید. مرسی.